ایالات متحده آمریکا برخلاف ادعایش که خود را بزرگترین مدافع حقوق بشر در جهان معرفی می کند اما خود این کشور یکی از بیشترین کشورهایی است که حقوق شهروندان رنگین پوست به خصوص سیاه پوست در آن پایمال می شود بررسی اجمالی اقدامها و رفتارهایی که علیه سیاه در زمانهای مختلف در آمریکا رخ می دهد این ادعا را اثبات می کند یکی از جنجالی ترین جنایت های انجام شده علیه سیاه پوستان در آمریکا قتل وحشیانه جورج فلوید در ماهای آخر ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بود در این میان این روزها مساجد ایالات متحده آمریکا به اصلی ترین سنگرها برای حمایت از حقوق سیاه ها و مقابله با نجات پرستی در این کشور به ویژه در مناسبت مانند ماه رمضان تبدیل شدند. برای نمونه دئونت برایانت شهروند مسلمان آمریکایی بالای منبری کوچک در یک مسجد جنوب میناپولیس ایستاده و آیه از قرآن میخواند با این مضمون که چه اتفاقی رخ میدهد وقتی یک نفس به قتل میرسد یا وقتی فردی به دست فرد دیگری کشته میشود حالا مسلمانان در ماه رمضان که ماه بخشش و مهربانی است در مسجد مینیاپولیس دور هم جمع می شوند تا شاید بتوانند مرهمی بر زخمها و دردهای سال گذشته که ناشی از نجات پرسی در امریکا است بگذارند.